با نام وحید خداوند مهربان، سرخط داغ‌ترین خبرها از سراسر کشور. جریان پناه بردن سربازان افغان به خاک ایران چیست؟ همکاری دولت اشرف غنی با مارشال دوستوم برای از بین بردن طالبان. برای جزئیات بیشتر این گزارش را تا آخر بیننده باشید. در حالی که بیشترین ساحات کشور ما در آتش جنگ می سوزد، تمام طرح‌های امنیتی مارشال دوستوم که افغان شمول می باشد از سوی ارگ ریاست جمهوری مورد استقبال و پذیرش قرار گرفته است. بعد آگاهی بیشتر دوستان رسانه‌ای من باید بگویم که ملاقاتی که مارشال دوستوم با رئیس جمهور افغانستان داشتن، تمام مسائل و طرح‌هایی که از سوی مارشال دوستوم برای رئیس جمهور افغانستان پیشکش شد مورد پذیرش و قبول ارگ ریاست جمهوری قرار گرفته. تا روزهای نزدیک تحولات جدی در بخش نظامی کشور به وجود خواهد آمد. در این هیچ شک نیست که نه تنها بس روی شمال بلکه روی کل نقاط افغانستان، مخصوصا کابل، کمربندهای کابل و در ضمن میدان هوایی شهر شبرغان نکات بوده که رویش بس صورت گرفته. در طرح کسوی مارشال دوستوم پیشنهاد شده، انشاءالله که تا روزهای خیلی نزدیک نشست کلان صورت خواهد گرفت و مهمترین پیشنهاد مارشال دوستوم اعلام نبودن وضعیت نظامی در افغانستان بوده که این مورد هم از سوی رئیس جمهور افغانستان مورد استقبال قرار گرفته. انشاءالله ما شاهد روزهای خوب و پیروزی های نظامیان افغانستان در میادین جنگ خواهیم بود. ویدیوی به دست ما رسیده است که گفته می شود مربوط به حرکت کاروان و پناه آوردن نیروهای امنیتی افغانستان به سمت ایران می باشد. گفته می شود نیروهای دولتی به همراه سلاح و موترهای نظامی به خاک ایران عقب نشینی کرده و بعد از تسلیم کردن این تجهیزات به مرزبانی ایران در امان قرار گرفتند. در همین حال گفته می شود که ایران این نیروها را از طریق پروازهای هوایی به شهر کابل منتقل می کند و این موضوع پیش از این نیز در جریان سقوط اسلام قلعه در هرات رخ داده بود. واقعاً